سفید میره و میگیره میشه. نه با خیر گرفته میشه. به باز یک تا دو تا را گرفته. یک تا از خودش، یک تا نوکی. بله. انجینیر صاحب پرویز، خودت در مورد دو چپ چی میگی؟ نسل شوشه گرفتی؟ داری؟ دوستان میگن که انجینیر صاحب دو چپ داره، هست نیست؟ ما یک دونه یک دارم فهمیدی؟ خدمت دوستا فهمیدی؟ بیار خنجر میگه میاریم امیدی ببیننش دوستا، بیا توکل بخدا تقدیم میکنیم به همه دوستا. زنده و سلامت باشی. ای کبوتر، ما را میراز محبت نیستی، نامه ما را به سوی یار بلبل میبرد. این کفتر قهرمان است، این قهرمان آسیا شده. البته به انجینر سوی معلوم است که در کدام سال در مسابقه انداخته شده، ایره شوقی ها بزرگا مقام رتبه داده. در هر پنج سال بعد یک دانه دوچپ می روید دوستای قند. 60 سال پیش، عمر ما 75 سال است، 60 سال پیش ما یک جور زاغ دم سفید گد کده بودیم، یک دانه دوی مشل چوشه داد. نصیب شوقی ها از وطن دارا سوشد. جلس داشته باشه مثل مارواری گردنش جلایش کنه. وقتی که مشکی گفته، مشکی چشم مورایی کار داره، چشم مایده کار داره، مجه سفید کار داره، کله کلان کار داره. تاریخچه کفتر، اگر شوق لپاره خدمت که او زنده با افغانستان، زنده با شوقی افغانستان. مثل 50 داره کفتر است که هر کدام از این خصوصیات جداگانه داره. باجیم از امریکا در کالیفرنیا گفت بچیم کابل من بر تیر آیی کنم. پروتین؟ آقا گفتم پروتین، گفت سپورت میکنی؟ گفتم نهیست کفتر آرام ایتم. یک سرپوش برشان مندازم، باور کو که کی بگویم برای دیگر. خدا خیلی. دوستا چیزی را که تعیین کردن بر انجینر سب لقب نامه دیار شوقی ها. جای خوشحالی است. ما تشکری میکنم از مسئولین دیار شوق کبوتر که مرا لایق این لقب نامه دانستن. ماده هیچ وقت رنگ خدا به چوچه خود داده نمیتونه. اینا میره میشه خودت از نگاه علم ژنتیک بر دوستا بر وطن داره ما توضیح یا تشریح بده. جورا کدن کفتر آسان است که پرتو سیاه خالو سیاه چپا که چپ چپ بکشه ده سال چوچه نمیکشه چپ. به نام خداوند یکتا، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما وطندار عزیز. آرزو میکنم که جور و صحت و سلامت باشین. خوشحال هستم که امروز باز هم با یک پروگرام دیگه در خدمت شما دوستا قرار داریم. البته این پروگرام دوست عزیز دیره شوقی هست و ما هم خوش هستم که در جمع شوقی ها در خدمت شما دوستا قرار داریم. از شما دوستا خواهش میکنم که قدم به قدم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از همه اولتر نوبت میتونیم برای دوستایی که در این مجلس حاضر هستند
که کوتاه خود یک معرفی داشته باشند. از انجینیر صاحب پرویز شروع میکنم. انجینیر صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزانی که در داخل کشور هستین، در بیرون کشور هستین، و یک سلام خاص برای حاضرین مجلس سلام های خدا تقدیم میکنم و برای علمی دوستایی که در کلبه غریبانه بنده آمدن، خوش آمدین. همه ایتان خوش آمدید میگم، صفا آوردین، که همشان شوقی هستن. از این سر ما معاصد شروع میکنیم، بدر خودتا خوش آمدید میگیم، علیم جان خوش آمدید میگیم، همچنان حمید جان دلاوری که خورزاده بنده میباشه، همچنان کاکو نسیم، بسیار یک شخصت بزرگ، همچنان نجیب جان و زورخانه، شعیب جان خودش، همچنان قاری صاحب مبارز، کاکا حسن و کاکا احمد کفترشناس و دیگه شیرالم بیادر و دوست دیگه ما دیگه. همه ایتان خوش آمدید میگیم در کلبه غریبانه بنده، خوش آمدین بیادر. زنده و سلامت باشی انجینیر صاحب. نجیب جان خودت. شعیب جان سلام به خودت. سلام. سلام به حاضرین مجلس، سلام به بزرگا، مسافیدا، شوقی هایی که پیش انجینیر صاحب تشریف آوردین، سلام برسه به بیننده هایی که از طریق یوتیوب چینل واجا برنامه را میبینن، سلام به کل دوستا، شوقی ها و تندارا برسه. خداست که کل شوقی ها در سرزمین یا در ملکی که هستن، در وطن هستن یا خارج هستن، سلام های ما برشان برسه. خداست که جور باشن، بازده سربلند باشه. دیگه یک تشکری میکنیم از انجینیر صاحب که از اینکه اول خواه ما اونمو برنامه را که شما روز جمعه دیده، از اینکه مردم امی مقام و منزله، اول خداوند، دوم امی شوقی ها که به انجینیر صاحب تشویقش کردن و جوان است، واقعیت در شوق زامت کشیده آمدیم امروز. دیگه ما نمیجا به خاطر یک اهدای احترام برشان بکنیم، به خاطر از اینکه امو کسایی که روز جمعه شما برنامه گرفته، ما آمدیم به خاطر یک تبریکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا. برای دوستانی که در داخل و خارج هستند سلام احترامات عرض ادب یاد میکنم. دیگه صحتمندیش از خداوند یکتا میخواهیم. همیشه با فامیلای خود، با دوستای خود و اقارب خود از این مرضها در امان باشند. خداوند همیشه پشت و پناهشان باشد. دیگه نمی صحبت با خیر و سلامت باش کو نسیم میشه که ما که بر دوست ما بودیم. نه قربانشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستای عزیز. خدا کنه که جور صحتمند باشین. حمیدالله دلاوری هستم، خوارزاده. جناب انجینر صاحب پرویز یکی از شوقیای خاص کفتر افغانستان می باشه که ما امروز البته به تبریکی مامای ما آمدیم. زنده و سلامت باشه برای علیم جان. سلام عرض ادب دارم به شما شعیب جان، به دوستایی که جز حاضر هستن و کسایی که ما را از چینل یوتیوب و واژه بیننده هستن، چی در خارج هستن و چی در خارج، سلام های ما را پذیرا باشن. امروز دیگه ما آمدیم به حساب برنامه که قبلا داشتیم، آمدیم با تبریکی پیش انجینیر صاحب پرویز. زنده و سلامت باشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جناب اسدالله یکی از شوقی های چینل های شما، چینل های انجینیر صاحب که آمدی پیش از اینا میمان، خدا کنه جور صحت سلامت باشه. سلام احترامات برسه به تمام دوستا، عزیزا، شوقیا، بیادرا و خصوص به حاضر مجلس، به تمام دوستا، عزیزا، چی در داخل کشور هستن و چی در خارج کشور هستن، سلام احترامات برسه. خدا کامیاب و سرفرازشان داشته باشه. زنده و سلامت باشه. الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خداوند یکتای مهربان که در کلبه فقیری با عزت و با حرمت انجینیر صاحب پرویز ایجا دوستا و عزیزان شوقی ها تشریف آوردن و مهمان خاص انجینیر صاحب پرویز هستیم. پروردگار عالم سخوی اردو جهان داشته باشه، خدا با سیاد داشته باشه. پروردگار عالم چیز دوستایی که شوقی در خارج و داخل کشور هستن، پروردگار عالم به زمان خود نگاهشان کنه. اونا گفتن امانه که پرویز جان در قسمت شوقی کفتر بسیار زحمت کشیده، بسیار خواری کشیده و بسیار نسلای خوب خوب در بام نگاه کرده. سلام عرض ادب. بازم احمد هستم در خدمتتون، البته در قلبه پرویز جان.
دیگه بسیار دوستای بزرگوار است. یک سلام خاص بر ازیا، یک سلام به چیزی که در داخل است، چیزی که در خارج است. خوش هستیم که بازم در پالی همت شوقی هستیم. انجینیر صاحب لطف کرده، خداوند تعالی آرام داشته باشه. یک سرتاج ما دیگه زنده سلامت باشید. در خدمت هستم. سلامونه و احترامات دی دیره تا راغلی و دی انجینر صاحب دی مبارکی دی پاره دوستان راغلی دی ټوله ته سلامونه کو دی واجه میهن چننن ټوله ته بیا هم سلامونه انجینر صاحب ته ډیره ډیره مبارکی ورکو مشاره اوسې خوب. انجینر صاحب خود در مورد جنیتیک معلومات داری؟ توکل به خدا انشالله یک چیزی که قایدر واسه تمامون خود خدمت دوستای ارائه میکنیم. خب انجینیر صاحب جنیتیک چیست؟ جنیتیک آنقدر پیشرفت کرده بله. که ما میتونیم کفترهای مورد علاقه خود را به وجود بیاوریم. بسیار خوب. جنیتیک جایش هاست، دینه هست، بله. بافت هست، زیست هست، کرموزون هست. خیلی ببینی بسیار نکته خوب خودت انجینیر صاحب اشاره کردی. یک کفتر از نگاه علم ژنتیک دارای چند کروموزوم است؟ یک کفتر از نگاه علم ژنتیک بله. کفتر دارای 80 کروموزوم می باشه که 80 تاق می باشه و 40 جفت می باشه. بسیار خوب. سوال بعدی را انجینیر صاحب می خواهم از پیشت پرسان بکنم. کفتر در عموم دارای چند فامیل، چند جنس و چند نوع می باشد؟ شوای بیان قن بسیار یک نقطه اساس اشاره کردی که کفتر زیر 5 فامیل، زیر 5 فامیل می باشد و دارای 42 جنس می باشد و 310 نوا می باشد که کفترهای خانگی، کفترهای قطبی، قمری، پاختک و موسینچه اینا فامیلایشان می باشد. بسیار خوب. رنگ پخته شده از نگاه علم ژنتیک کدام رنگ است؟ به عنوان مثال امری دم سفید یا امری دم رنگه؟ بازم بسیار یک نقطه اساس شعیب جان اشاره کردی که رنگ پخته شده رنگ امری دم سوز است خیلی. که چکیده دم سوز از دم سوز دم سفید به وجود آمده. بسیار. که دارای خصوصیات می باشه و دارای اوصاف می باشه. یک کفتر قبلا ما سرزمین بز داشتیم، البته 4 سال پیش که زمیر کابلی پیش ما آمده بود که ما سر کفتر، سر 12 صفت کفتر گپ می زدیم که به تمام دوستا، به تمام اندیوالا، به تمام رفیقایی که در داخل کشور هستن، در بیرون کشور هستن که امی 12 صفات ما به دوستا ارائه کردیم. بسیار. و ما برشان گفتیم 12 صفت گفتیم. حالا فعلا از زمانی که ما در دیار شوق کبوتر در موجه که من خودم فعلا آموختیم در موجه آل 12 اوصاف و کفتر شده، صفت خود بالا کده. آل کفتر میتونه که یکونه کفتر فامیلی دارای 20 صفت باشه از صفت خود پرانده. آل اوصاف یک کفتر خوبه باید اوصاف داشته باشه از صفت برآمده. آل فرض مثال برتون میتونم رفتیم در فلپیش یک فلانی یک آدم میگه که صفت از زیر ما کدیم یا تعریف از زیر کدیم ایده چه مزی آمد. مگم اصل گپ سر اوصاف کفتر. سابق که من میگفتم فامیلی یک دونه کفتر 12 صفت داشت دارای از نظر بنده از دید خودم بله. دارای 6 اوصاف بود. حالا فعلا کفتر 12 اوصاف داره و 22 دونه، 23 تا 24 دونه فامیلی صفت داره. بسیار خوب. برمیگردیم انجینیر صاحب. خوب است که دوستا هستن، یکان سوال از دوستا پرسان کنیم و حال فعلا از نجیب جان پرسان میکنیم. نجیب جان از خود پرسان میکنیم که اصول یک شوقی خوب چیست یا یک شوقی خوب چی خوی خواست باید داشته باشه یک شوقی؟ بازم با اجازه بزرگا دوستا، یک شوقی اول خواستش احترام است. خیلی احترام که نبود ایچ شوقی نیست. اگر ما فکر کنم که ما خو بسیار ایجاد بودم چی نشک و کنسیم ماست به خاطر بزرگ ماست، برکت شوق و برکت وطن اینمی بزرگ هاست کلان هاست. اگر ما هرچی قشوقی بالا باشم بفهمم که خدای نخواسته در مقابل یک نفر به احترامی داشته باشم، چوقی من نیستم.
بعدن یک شوقی کاکگی داشته باشه، یاری جونی از تمام لحاظ شوق آمده باشه که خدای نخواسته دیگه شوقی از پیشش آزرده نشه. اگر کسی که شوق کفتر عرش میکنه همسایه آزار اذیت نشه، اگر در مقابل کفتر چوچگیر است یک دوست ما خفه نشه، دیگه کسایی که دی شوق کفتر است انشالله از تمام کاکگی ایاری جوانی خود انشالله ایار هستن. بخیر و سلامت باشی. و یک سوال دیگه نجیب جان، کدام جنس کفتر افغانستان دارای صفات مشخص است؟ یعنی چند جنس کفتر افغانستان صفات مشخص داره و چند صفات داره؟ میشه که به عنوان مثال چند جنسی که در ذهنت میاد در ابتدا بگی. همین که کفترهای اصیل افغانستان کلش دارای صفت است، دارای خوبی خرابی است. بله. وقتی که ما شما سر خانواده زاغ میگیم، صفات ها که ما ان نظر هستم با انجینر سید پرویز، از اینکه یک آدم محترم است، جوان است، دقدر جوانی خود خدمت زیاد کرده، معلومات بیشتر داره. زاغ 12 صفت که سر نول کلا چشم شروع میشد، در نوک دم ختم میشد. وقتی که زاغ سر دنبی زیر دنبی داشت، و هم یک صفت کفتر است. اگر یک قلاق چنهش خوبش بود، او هم صفت کفتر است. اگر ابرو یک شیرازی خوبش می باشه، او هم یک صفت کفتر است. اگر کفتر بغبغه می داشته باشه، او هم یک صفت کفتر است. یک کفتر اگر بال خوبش می داشته باشه، بال به معنای چی رقم خوبش می باشه؟ بال کوتاه دبل پر می باشه در شیرازی، او هم یک صفت کفتر است. وقتی که رنگ کفتر هم میگیم که خوبش باشه، او هم یک صفت کفتر است. دیگه کفترها شوهر جان یکی است، شو یکی از زیباشناسی در شوق. بسیار. که وقتی ما شما شوق میکنیم، یک دوست ما است شوق میکنه، هر رنگ کفتر میپرانه در آسمان، هر رنگ از قاطشات، کفتر عراقی هم باشه، پاکستانی هم، افغانی هم، او شوقی است، مقصد هم دوش شکار داره. وقتی در کفتر که اومدیم در زیباشناسی باشیم، ما شما از چی کار بگیریم؟ وقتی که میخوایی که بشناسی کفتره، کفتره از زیباییش دیگه شناخته میشه که کفتر چشم خوبش داشته باشه، کله کلان داشته باشه، روی مقبول داشته باشه، چارچوکات کلهش، کوپی سر و پیشونی و این گپا یک اوصاف کفتر، صفت کفتر یا زیبایی شناسی زیاد کفتر. بسیار خوب. یک پتین در چهار رنگ چوچه میته، کاسنی چوچه میته، پتین چوچه میته، مشکی چوچه میته، کشمشی چوچه میته، چرا یک شیرازی در سه رنگ چوچه نمیته، در دو رنگ چوچه نمیته؟ میشه بر دوستا بگی؟ اینال ما اگر شیرازی رو جنسای مخالف کدش گد کنیم با مون رنگ ها چوچه میته. مثال زرد سرخ اگر گد کنیم کاسنین نمیته، اگر سیاه و سرخ گد کنیم گوره میته، اگر سیاه و زرد گد کنیم کاسنی یا زیره ای میته. این دیگه چی؟ منظور مایی که پتاین هم دیگه رنگ ها رو جوره نمیکنن، فقط دو دونه پتاین سیاه جوره میکنن، چهار رنگ تنها پتاین چوچه میته. اینمی پتاین ها اگر دو تا سیاه پتاین مندازیم، دو تا سیاه پتاین میته. بگو خو اکثر وقتا سیاه پتاین ها یک ذره کم رنگ میته که سیاهیش فرق میکنه، اگر سوزنقش میته که به شما. و دیگه اگر سیاه پتاین و سرخ پتاین گد میکنیم گوره پتاین میته، اگر زرد پتاین و سیاه پتاین گد میکنیم اینمی کاسنی هایی که به نام زیره ای میگن اینا رو چوچه میته. بسیار خوب. کاکانسی میشه در مورد جنس کفترهای مشکی، جنس کفترهای مشکی افغانستان معلومات بدی که آیا جنس مشکی خودش ترکیبی است یا از ابتدا خودش یک جنس بوده؟ بله، بر دوستا من اینه میگم که تقریبا 50 یا 55 بگیم 60 سال پیش، عمر من 75 سال است، 60 سال پیش ما یک جور زاغ دم سفید گد کرده بودیم، یک دانه دودی مشل چوشه داد. دودی مشل دم سفید البته هم سرخی داشت هم سیاهی داشت. باز اینمی دودی مشل است که باز پسانا مردم اینمی دودی مشل که پتین گد کردن که مشکی به وجود آمد. دیگه مشکی کدام جنس دیگه نداره، از زاغای دم سفید و از سیاپتینای سرگل ای به وجود می آید. دم رنگش اگه دم رنگه باشه از سیاپتین دم رنگه می آید، اگه دم سفید سرگل باشه دم سفید دودی مشل چوشه می ده. و اونمورا ما مکس کردیم که زرد سینه و سرخ سینه، نه دیگه سیاه و سبز. زرد و سرخ به خاطر از اینکه اگه ما یک زرده که بادخانهش بکنیم لاکه جور میشه، زرد خالصه. اینمی زرد که اینمی دودی مشل مکس شد که حال به نام مشکی میگن، اینمی سفید هم میکنه. بسیار خب. البته که کنسیم خود تورین کسی بودی که در مورد کفتر دوچپ
خاصی که بر دوستا یعنی از طریق نمی رسانه اجتماعی در مورد کفتر چگونگی نسلگیری کفتر که دوچپ چوچه بگیریم بر دوستا یعنی از طریق نمی یوتیوبا گفتی ولی میشه خودت بگوی که فرمول چوچه گرفتن دوچپ چی هست؟ یعنی فرمول ازی میره که دوستا اگر چوچه میگیرن در مورد ازی بر دوستا معلومات بودی. دوستا دوچپ یکی از کفترهایی است که امکاناتش بسیار کم است. 20 یا 30% امکان داره که دوچپ به وجود بیاید و اینقدر زیاد هم که در افغانستان نیست خال خال پیدا میشه یا 20% یا 30% است که میبراید. این گفته امام برد که تخم دوزردی به وجود میاید، دوزردی که یکیش نطفه داشته باشه یکیش نطفه نداشته باشه، نطفه دار زردش بسته میکنه، اینمی سرخی که به نطفه است در این گت میشه. چنانچه دوستا امیال از دوزردی یک دانم چوچه گرفته، دو تا چوچه هم گرفتن که امیال اونا دوستا هستن، فعلا در کارته نوستن. خالد جان میگنش دو پشت چوچه از تخم دوزردی دو تا سیاچپ گرفته که خودش آمد پیش من گفت کاکا نسیم گپ تو رو متاهید کردم اینم خودم چوچه گرفتیم. و دیگه این روز یک بچگک آمد در دوکان، معمولی یک غرفگک دارم یک چند تا کفتر هست همونطور برای نمایش مانده موجه سات متیر میکنم، گفت کاکا کفترهای من دو تا تخم دا سه تا چوچه. ما گفتم درست است. این گپ دوچپ که هسته که امکاناتش 30% است، 20% است، اینمی از اونمو تخم دوزردی میبراید. سه رقم تخم دوزردی است. یکی از این که هسته ایت نطفه نداره، اگر یک مانبانیم هموز تخمی که بگوی تازه است. یک رقم از این هست که یکیش نطفه داره یکیش نداره، نطفه دارش که بسته شد با قدرت خداوند اینمی مواد زیر میخوره روز بروز، یکی کته شده رفت این مواد میخوره بالاخره هر رنگی که بود اونه میبره. اگر دو تا سیاه باشه امکان نداره که دوچپ برای مثال دو تا سیاه شیرازی گت است، بسیار یک سیاه شیرازی کلان به وجود میاد، چرا که این رنگ ها هر دویش یک رنگ است. اگر رنگ مخالف باشه سیاه و زرد باشه، یه تو فکر کنی که اونو سیاه بسته کرده این زردی رو کفتر در جان خود میخوره، این دوچپ به وجود میاد. و یک رقم تخم دو زردی دیگه است که دو تا چوچه میبره با قدرت خداوند، نه چسبیده نه با هم میکس، فقط جدا جدا. یه تو فکر کنی که در بین یک تخم دو تا زردی و سفیدی است، مگر قدرت خداوند یک پرده است در بین که این نمیمانه که این به این میکس شود، او طرف بسته میشه چوچه این طرف بسته میشه. این تجربه خود من است که هر وقت هم که از من سوال کنین و آدم دوستایی که همی چوچه ها رو گرفتن اونا رو براتون حاضر میکنم که به واقع بگوین که نمی گپ درست است. خیلی ببینید زنده و سلامت باش که کنیسیم و خوب است که از کاکا حسن پرسان بکنیم. فعلا کاکا حسن کفترهای افغانستان خیلی از ارزش بالای برخوردار است. بله. که حتی با یک لک افغانی یا 100 هزار افغانی بگوییم 200 هزار افغانی بگوییم. خودت یکی از شوقی های قدیم و قدیم کابل هستی، دیر زمان میشه که خودت در کابل زندگی میکنی و همی شوق داری. میشه بگوی که آیا کفتر افغانستان امو زمان هم 20 سال 30 سال 40 سال 45 سال قبل هم همی ارزش داشت یا نه قیمت ها وقت بسیار فرق میکرد یا تفاوت وجود داشت؟ سوال بسیار خوب کردی. در قسمت کفتر پتین آمدیم، پتین ما شما در جهان نیست، پتین افغانستان خصوصا خاندان است، یا پتین سیاسینه مشکی برنگ های مختلف، زرد مشکی، سرخ مشکی، سیاه مشکی، مشکی چپ، دم سفیدش، دم رنگش، هر کدام از این خصلت و خاصیت خاص خود داره. و در قسمت قیمت شامدیم، در سابق هم یک کفتر ارزش داشت، زور کس نمی رسید. بعض دوستایی که مثل انجینر صاحب پرویز جان زحمت کشیدن، خواری کشیدن، از نسب گرفتن، چوچه گرفتن، چوچه های رنگ برنگ با وجود آمد در پیشان از اصل نسبش، این کفترهای امروز فعلا ما که فکر میکنم در خاندان پتین امی سیاه پتین سیاسی نیش خصوصا که دو گل داشته باشه، گل زرد و گل سرخ، پیش ما همی کفتر دو چپ است، برای دیگه دو رنگ است. خیلی
خودش دو رنگ است. آفا میخوام بیشتر مامانسی ما لطف مرحمت کردن در قسمت دوچپ. خودت از ما سوال نکردی، ما یک دو کلمه یک گپ بسیار کوتاه میزنم. دوچپ کس؟ اول حکمت خالق عالم است، ذات ذوالجلال و الاکرام. شما باور کنید دو دانه بور دوچپ شده، هیچ عقل پورا نمیکنه. اگه در قسمت فهم دانش بویی که مثلا زرچپ که سرچپ پرتی یا سیاچپ که زرچپ پرتی یا دوچپ بکشه، هیچ امکانات نداره. یک دانه کفتر رنگ کرد بور در پاکستان. یک نفر گفت که آمد این نفر گفت باش من نفر ما بدربم. نفر خود تلبیست آمد گفت بدرمی کفتر دوچپ است ما میخرم. تو نوکرم هستی کفترهای من دانه آو میتی پرورش میتی امیره نظرت بگو. گفت به نظر ما اگه باشه این کفتر نخر. آه این دوچپ اصلی نیست. گفت برو تو خانه. او گرفت ایج آمدی این 50,000 کلدار آجی همین کفتر ما رو بته. کفتر پنج غسل کرد بالش رنگش پرید. اما نوکرش گفت دیدی مختره؟ گفتم که نخری. ما صد تا کفتر دارم، اما هر کدامش از 500 یک هزار افغانی بالا نیست میپرانم. اگر بگیرم پشتش نمیرم. کسی در کفتر خفه هم نساختیم که آمده گفتیم بیادر حریف می دبا هم یک پلاچه هم دادیم کفترش هم گفته که پایسه میتم. گفتیم بیادر گفته گفتیم کفتر ها گرفتیم اگر ما در گوش هم چیزی گفتیم در دانش هم چیزی کردیم. این دلت میبریش دلت نمیبری تا میبرم که این برده که علاج کرده صوب آمده دیگه. خداوند آدم توفیق عمل مسیح بتا یک کمال اینما قدار مک بشه که مستک به تمام مثل اولادش باره شبیل نام داره. حالا اگر بگویم استادو که استاد است بیاین دبام سعی کنید دو ساعت کفتر تو از چلستون از نظر ما تیر میشه از کفتر. اما تو میره پخت اگر کس تو را خیل کنه میگیره در قسمت خراب کردن کفتر هم هر کس میگه خیل در خیل میگه در پیسه بیانا میکنه مرا در خان از خانه موسو بارم مرا کفتر شکر مبا پرانم یک داتا شوقی بیاد بام بلاش هم ایلاش میتم کفتر که در شار فروخته باشه و ریخته باشه ما میپرانمش پس میشنمش خانش میکنم به دستش میتم خیل در خیل میزنه در پیسه میزنه بسم الله. این دو کمال یاد دارم دیگه یاد ندارم دیگه چیزی. زنده و سلامت باشی مامو حسن. خب انجینیر صاحب پرویز خودت در مورد دوچپ چی میگی؟ نسل چه گرفتی؟ داری؟ دوستا میگن که انجینیر صاحب دوچپ داره هست نیست؟ والا شعیب جان دوچپ در این رسته که بزرگا عرض کردن در این رسته که مثلا ما میگیم که چوچه میگیریم در اینجا علم بشر عاجز است در اینجا. علم بشر عاجز است چون که نمیتونیم فهمیدوره فهمیدی او دست پروردگار است، رنگریز پروردگار است. او ایره که فهمیدی که جور میکنن کاکا حسن گفت جرایی کرده او دیگه صاحب شهادت است، کمال دستش است. همون هم که جرایی کرده انجینیر صاحب نوش جان نوش جانش جرایی کرده و دیگه فهمیدی دیگه علم بشر عاجز است. ما یک دونه یک دارم فهمیدی خدمت دوستا فهمیدی بیار خنجر همیشه میاریم فهمیدی ببیننش دوستا بیار توکل به خدا تقدیم میکنیم به همه دوستا. زنده و سلامت باشی قاری صاحب احمد وقار مبارز. بازم خودت در جمع شوقی ها خوش آمدید میگم. دیگه میشه خودت بگوی که چقدر وقت میشه که شوق کفتر داری و همچنان میشه در مورد سفید کردن بال کفتر معلومات بدی که در کدام جنس ها کدام جنس کفترهای افغانستان خاصیت سفید کردن پر خود داره؟ سلام احترامات برسه به تمام دوستا عزیزا رفیقا. عزیز بیادر بسیار خوب گپ است دیگه. ما خو از پدر برای ما شوق مانده دیگه. فعلا هم همین شوق ده یخته استیم بیادر. شوق خود دلبر است دیگه. اون شوق کده میریم پیش از این که ما بگویم که کدام پر سفید میشه باید ایره بفهمیم که کدام نوع کفتره پرش سفید میشه. عزیز بیادر کفترهای زردای مشکی، زردای مشکی، سرخ سینه، زرد سینه، سرخ پتاینو، اینی کفترک ها، کفتر سیالاکه. بازده ای کفترها دو نوع پر هستن، یا سست پر هستن و سخت پر هستن. اونو که سست پر هست بیادر با می یک دفعه کندن سفید میشه یا دو دفعه بکنیش سفید میشه. کفترهایی که سخت پر است او باید نیچبوری شود. نیچبور که شود باز با مرور زمان خود سفید میکنه دیگه. بخیر سلامت باشی. زنده و سلامت باشی. خب کاکا احمد خود در این مورد میخوایی چیز بگوی؟ بفرما. ما مبارز جان گپش بسیار تایید میکنم. بسیار گپ خوب در رنگ پخته گفتی. شعیب جان قند در حساب زاغ و شیرازی طایفه پر پخته است. این زرد و سرخ و مشکی را ما شما مبارد جان بیخی متاسان سفید نکنیم.
دیگه عزیز پارکان که اگام پیر پیشی برو برو چرا عزیز پارکان میگه یک سلام برش بسار بسار بچه خوب من اعتراض شویب جان یک کفتر ما میخواییم زیباییشه مثلا یک آتیش یک لخت هست من خمارش هستم مبارجا یک دانه یک لخت زرد و خمارش هستم در سر زاغم کوشش کردیم خدا میربانه تا یک روز را تا ببینیم که در چه طریق ما میتونم کورو سفید کنم او یک لالای ما شاید خبرم داشته باشی سر گوره جور کرده ریش سر گوره دیگه رنگ زرد رنگ سرخ در حساب لاکی ما که به اصطلاح لاکی این رنگا کس رنگای بسیار ساده است باز هم آسان ترین یزی که زرد است چرا که آخر نمره رو هم زرد دار در حساب رنگا چرا به خاطر چی رو آخر میگه مبارز جان به خاطر دیگه رنگ بسیار یک سوسپر است دیگه خدا تو را روزی نیکی بده کل دوستای ما را دیگه میشه یک گپا دیگه ساده و سیده است نام خدا کلش استاد است یکم سوال های دیگه را آمدیم راجع به حساب دوچپ ما گپ مماسن هم تایید میکنم دوچپ که هست ما گفتگی قبلگاه ما میگم در هر پنج سال شاید دوستا سر ما یک گپ ما انتقاد کنه شاید جان قند دوستای قند شاید کنه در هر پنج سال بعد یک دانه دوچپ میرویه دوستای قند دیگه ای البته از اون بزرگای ما شنیدیم این دیگه معلوم نیست که در کدام مملکت این در امریکا است این در پاکستان است این یک حکمت پروردگار است اگر دوچپ قدر ساده می بود ما یه تو استادای داریم دوستای قند یه تو استادای داریم که می کفتره با قلم کاغذ جور میکنه شکر نام خدا بسیار یک شوخی مهربان بسیار یک آدم نیک یه دوست ما انجینر صاحب نسیم جان نجیب جان کل از یا راستی خدا زحمت کشیده میفهمه زیاد پرحرفی نمیکنم دوستای قند که انجینر صاحب یک چند تا کفتر آورد اگر دوچپ قدر آسان می بود مردم ها کوشش کردن شعیب جان قند زرد کرد سرخ زدن سرخ کرد سیاه زدن که دوچپ مگم این یک حکمت پروردگار است که مثل حسن جان گفت دو تا بر دیگه او رو گفته نمیتونیم رنگ ریز خداوند است دیگه خوش آرام باشی دیگه بخیر باش که احمد باش سوال بعدی رو از خود پرسان بکنم در مورد مگسی چپ یا منگسی چپ و منگسی شیرازی این خودش یک جنس بوده یا جنس ترکیبی است؟ این ترکیبی است جانم بفرما بر دوستان همی چیزی که به اندازه خود که میفهم این جور شدگی است مگم اول در فکر ما از امریکا در پیشتر مگسی بوده باشد اما تو رد به فکر ما دیگه نام خدا کفتر آمد ما در زبان خود اینجا گفته نمیتونیم یکی مگسی یکی مشکی بله. دیگه این دو تا دیگه بیا ما که میگیم گدولت مگم حال نام خدا رست نام خدا نام خدا انجینر تای با من میگه قارش آمد دیگه بعد رو مزرد دوستای قند در حساب پتای نیجا نه باز دولت کنه زید برو بخیر نه با خدا قدم قد نکنی بچیم شوی کو کفتر ما میبا باز دولت نکو که نظر چشته بود والا چشته بود بکران ما بشناشه کمی کفتر باز کمی ببینه آجل کدمی هم بشینه شعیب جان قند صدقه مو دربار از شو هم قدرت های زور صدقه شو ما شما هیچ کاری نیستیم یک وسیله هستیم مگم نام خدا همین کفتر اگر در پتای نام هست دو چپ هست خب یک چیزی هست که بسیار یک جالب بیبی که یک سنش گوره هست یک سنش سرخ اون سنش هم پتای چپ دیگه توقع هم داره مبارد بازی را کاکا احمد خودت دو چپ میگی انتیک میگی چی میگی؟ این دیگه ما میگیم بیادر شعیب جان قند حساب پتای در حساب مردی در حساب پتای دو چپ هست این چوچه شاید مرا خدا گردن ما بسته نکنه سیاپتای نو شاید سیاپتای باشه و خاطر دی که اگام سیاپتای نو به میرنگ چوچه خود میتا این که ضعیف میشه باز یاده تو سرخ میشه دیگه چیزی که ما یاد داریم همو گفه مگم هیچ که افتر کده دیم مکس نشده فکس همی چوچه پتای نو بسیار خوب یک سوال لیکو که احمد همیشه در بامبا پیش شوقی ها رفتیم از پرش پروگرام داشتیم همی دوستایی که شوق و پرچه دارن هیچ وقت همین راز کفتربازی خود در تصویر نمیگن میگن کاکایت میگن چه دلیل وجود داره که او دوستا نمیگن او دوستا به خاطر از اینکه کمک کاره بخیلک است یعنی کل کفتر راز خود نمیگن چرا که کفتربازی ها مثل یک مسابقه باره شوی جان این خوی اگام لج لج بازی دوستانه دارن مگم در اصل کلش یک دوست است یک اندیوال است یک رفاقت است یک هفته یک آدم میده 400 متر مگم از یک آدم میده 800 متر بازو 800 متر خونه میتونه که یک چال دیگه خودم برای دو 400 متر که به مقابل از دو برسه اما تو راست نیستن جان در حساب پراندنش که باید دوستا بشنوه هیچ سر نداره شعیب جان قند
فقط زحمت بکش کفتر را آد نگاه کن، تقویش کن، با وقت ماین چیلا کن، دانه و اوش دانه گیری کن، در وقت چربیش یک چربی کن. خیلی جان در قسمت امی جیل سبقت میگن، در تصوف و عرفان معرفت خدام سبقت وجود داره، هر کس میتونه پیش قدمی کنه جهتر در معرفت خدا داخل شوه. فکر شد در شوق ما مترسه هر کس که زحمت کشید عالمه کفتر پروتین میتونم پروتین دروغ برتون نمیگم سپورت مای نمیتن. بله بله هیچ کس باور نمیکنه قیمت است نسیم جان. بله بودیم در امریکا در کالیفرنیا گفت بچم کابل من بر تیر ای کنم پروتین. او گفتم پروتین گفت سپورت میکنی گفتم نه سب کفتر را میتم یک سر پوش برشان مندازم باور کو که کی بگویم برات دیگه. خدا خیر بده دیگه باش کو احمد یک سوال دیگرم از خودت پرسان میکنم و قبل از خودت از قاری صاحب احمد وقار مبارز پرسان میکنم. قاری صاحب احمد وقار مبارز میخوام این سوال پرسان بکنم، یعنی قبل از اینکه ما یک کفتر از بازار بگیریم یا از جای دیگه بخریم کفتر خریداری بکنیم، چی نکات عمده را باید در نظر بگیریم که کفتر خوبش باشه، در جان ما نخوره، یک کفتر که یعنی همون چیزی که چشم ما میبینه همون چیز باشه؟ بسیار خوب گپ است شاید کامیاب و سرفراز باشی. هر کفتری را که یک شوقی خوش میکنه در او یک سه صفت عمومی را ببینه. بله اول قد بست کفتر را ببینه که خوب یک اندام داشته باشه. بله دوم رنگش را ببینه، اما هر جنس را که میگیره باید رنگ خود داشته باشه. بله. ای که زاغ میگیره بیادر و به شکل خاکی می باشه، رنگ خود نداشته می باشه، بازی هم نقص از کفتر. همین سه چیز، قد بست کفتر که خوب یک اندام داشته باشه، خیلی خوبی داشته باشه، بیادر خوب یک کله داشته باشه، خوب یک رنگ داشته باشه. این سه چیز بسیار مهم است در یک کفتر. خوب زنده و سلامت باشی، بخیر باشی. خب بریم طرف شیر زمان. دوستو عزیز البته شیر زمان دیر زمان مسافر می باشه، فقط یک ماه دو ماه رخصتی می به افغانستان و خوب است که سوال بعدی را از شیر زمان بپرسیم که قیمت ترین کفتر افغانستان کدام کفتر است، با کدام مشخصات و چرا؟ مننه کوم شیب جان و رو ربیه هم طولتا سلامونه. دما په ګومان باندې خو زه نو شوکیم یم او ډیر وخت نه کیږي سي د شوق مو خو د افغانستان کې مترین کپتر به دا دو چپ به اینو لکه کامیاب ده نسته ډیر ستنه په دې خاطر باندې مترین قربان دي شو دغه مشکل څنګه ده جان؟ یک سوال دیگر را بپرسم و مایکم پیش خودت باشه. اینه یکی از دوستا سوال کرده بودند کاکا احمد که کدام کفتر با کدام کفتر جوره بکنیم که کفتر سرخگل و زردگل چوچه بگیریم. از این که خودت تجربه داری و یک سوال دیگر هم که دوستا پرسان کردن در بخش کومنت این را میخواییم جوابش از خودت بگیریم. کفتر زمانی که تخم میته بعضی اوقات تخم میته که تخم پوچ می باشه، یعنی کفتر که زمان سر تخم میشینه یک روز دو روز سه روز یک هفته بعد کفتر همی تخم یک رقم خود پوچ میکنه. مثل از اینکه معامیانه مثال بتم قطی پیپسی را کب بکنی همه تو یک چیز میشه. دلیل از این چی هست؟ یک سوال ده من جواب میتم بدر مدرد چرا که ما تابایم رو ده به دوستا معلم است من اصل مثل نگرفتیم باز استاد ما مبارد رو جواب میتا. او در سوالی که چو پوچ گدنش میگی شوائب جان قند ما در حساب انسانی میگیم به اصلاح یک سیاست را اگر تکلیف میداشه بس ضعیفتر میباشه بازو طفلا را ضایع میکنه. این تخم هم از ضعیفیش به موبوتر میشه، یعنی تخم هم از تاثیری یا ماده کفتر است. بخاطر از این که کفتر که ضعیف شد باید یا خام تخم میته یا اونم تو میمونه یک چند وقت پوستش نازک میباشه بعد از او بازی که خود او پوچ میکنه، چرا که از کدام جای سیاه سراخ میباشه یا از اون داخل هم کیفیتش کمتر میباشه. خب نجیب جان البته سوال کردن دوستا در بخش کومنت که چطور میتونیم که زردگل و سرخگل در نسلش پتین بگیریم، یعنی
کدام جنس پرتیم، اگر کفتر ساده می باشه کدام کدام کفتر رو باید پرتیم که سرخگل و زردگل چوچه بتن؟ نزدیک زردگل و سرخگل البته که خانواده پتین می باشه. اگر ما بگوییم که چی را جوره کنیم که دو چپ چوچه بگیریم، باز میگیم داخل گپ خود که کلش کار پروردگار است. درست است؟ وقتی جنس کفتر را که نشناسیم، نسب کفتر را که نشناسیم، جوره کردن کفتر آسان است که پرتو سیاخال و سیاچپ که چپ چوچه بکشه در سال چوچه نمیکشه چپ. زردگل که چوچه میگیریم، البته که کاسنی چوچه یک کاسنی را که یک سیاسینه بزنی، اما تو را سنجینر سید باش درست است نه؟ چرا که بزرگا اینجا دوستا هستا دیگه همون تو گف ما دیگه سونه را یک کاسنی را اگر که یک سیاسینه بزنیم با زردگل چوچه میتا. وقتی که سر چهار نوه گل است، یکی سیاه گل است، سرخ گل است، قلینچه ای زرد گل است، کل از یا جنس پتین است، از خانواده پتین وجود میاد. ای که کار پروردگار است که گدام از زرد گلدار میاد، گدام از بیگل میاد، بالاخره نمی کلش کفترای از خانواده پتین است. وقتی که میخوایم گلدار چوچه بگیریم، حتما یک جنس پیدا بکنیم که جنس گلدار باشه. در بازار کفتر خریدنش آسان است که یک کفتر خوب پشتش گل داره، اما میبری چرا پشت سفید چوچه میده؟ ده پشت چوچه بگیری کفتر غیر پشت سفید دیگه چوچه نمیده. این کلش کار خداوند است، ده این کار کسیز گفته نمیتونه. و ما شما که کفتر اگه سلام میکنیم در نگاه گل که گل بیاره، با زرد گل بزنیم یک دونه سیاسینه را کتی یک دونه کاسنی که کاسنی هم چوچه پتاین است. بسیار خوب. بازی ها زرد گل چوچه میده، سیاه گل هم بازش چوچه میده، بازش قالینچه چوچه میده. بسیاری پتاین ها تمام گلدارای زور مجیش خراب می باشه. چرا طرف گل می بره مجره؟ بسیاری کمش چند فیصدش که 20 فیصدش مجره جور میاره. مشکی هم با قسم ده 100 تا مشکی 20 تا مشکی مجیش جور است، کلانش مجیش سرخ است. چرا که یا رنگ زور کدم؟ بله، مشکی رنگ خود زور کرد مجره سرخ کرد، گلدار رنگ خود گل خود زور کرد مجره با سرخ میکنه. یا همانگی کته چی میکنه؟ یک دونه گفتم سیاسینه کته کاسنی که جوره میشه با سرگل زردگل همین چیزاره چوچه میده. همین لابلای گپ جناب نجیب جان، همینجا یک سه چار نوه مشکی هسته. همینجا کمه که شما فرمودین، شما ببینین حمیدی میتونه که یک شخص سر کفتر خود اصلاحات بیاره؟ بله بله. و در مجموع کل از این فهمیدی مجیش چیز نمی باشه. اگر به خاطر اصلاحات که وقتی که ما اصلاحات در کفتر میاریم، میتونیم که فهمیدی مجی کفتر رو فهمیدی سفید کنیم. میتونین از این مشکل هر کدام میشه که فهمیدی شما میگیرین، یک بیره به تصویر به نزدیک فهمیدی بکشانین، از نزدیک کمی مجی کفتر مشکی ببینین که درست از گپ نجیب جان بسیار یک نقطه اساس اشاره کرد، مشکی در مجموع زیادترش فهمیدی مجیش سرخ می باشه. بله واقع. اما به خاطر اصلاحات که تو می خواهی که اصلاح کنی فهمیدی که افتره که بخوایی که مجیش هم سفید کنی، او یک کمال کار داره. بسیار عالی. خب انجینیر صاحب، در بسیار از مجالس که دیره شوقی ها بوده یا مجلس شوقی ها بوده، از خود چنیدیم که گفتی ماده هیچ وقت رنگ خود به چوچه خود داده نمیتونه. این امیر میشه خودت از نگاه علم ژنتیک بر دوستا بر وطندارای ما توضیح یا تشریح بدی؟ امی شوید جان بسیار یک نقطه اساس اشاره کردی که همین ماده چرا از نگاه علم ژنتیک رنگ خود بر دختر خود داده نمیتونه. بله شوید جان، قن همین خود ماده که هست یک دبلیو داره، یک فیز داره و نر دو فیز داره. سه فیز نمیتونه که فهمیدی یک رنگ طرف دبلیو کش کنه. دیگه به می خاطر است که هم تمام شوقی های ما که اگر گت میکنه یک سرخ سینه مادر و همراه یک زرد سینه نر، هیچ گاه ماده که مثلا سرخ سینه است، هیچ گاه ماده رنگ خود به دختر خود داده نمیتونه. اگر در یک صورت که اگر قبلا اگر پیش خودش فهمیدی نسل داده باشه که از قبل بابی ازی کفتر برعکس بابیش سرخ بوده باشه و ماده زرد بوده باشه، باز یک رنگ از طرف بابا دختر برای مادر خود داده میتونه. و غیر از او که به حساب جنسیت
که وقتی که پردی کفتره هیچ امکان نداره که فهمیدی مثلا ماده رنگ خود بر دختر خود بده، یعنی از نیکه کش میکنه. آه کلگا خب لور مهم هم بسیاری دوستا گفتن که فهمیدی لور مهم هم ماده داره، مگم داره چقدر داره؟ فقط از ماده چی رو میگیره؟ از ماده چشمه میگیره؟ از ماده میجره میگیره؟ از ماده نوله میگیره؟ از ماده قدبسته میگیره؟ و هیچ گاه رنگ دادن میتونه فهمیدی برای با اولاد خود دادن میتونه، برای بچه خود دادن میتونه، مگم برای دختر خود دادن میتونه. باز تمام اینمی پیشانی و قد و بست و شانگی و چارشانگی و تمام امی اوصاف کفتره از نر میگیره. بسیار خوب. خب نجیب جان چی گرفتی بخیر؟ از این که دیگه شعیب جان دوستا خسته نشن، از این که یک کفتره که دادست گرفتیم، مشکی که وقتی که میگیم مشکی هم رقم باشه شعیب جان، این سعی کنن دوستا پردازدار یا نیک جلس داشته باشه مثل مار واری گردنش جلایش کنه. وقتی که مشکی گفتیم، مشکی چشم مورایی کار داره، چشم مایده کار داره، مجی سفید کار داره، کلی کلان کار داره، بغبغه خودش یک صفت است، رنگ خودش یک صفت است. صفات زیاد شده، اوصافا در کفتر ماشاءالله استادا بزرگا کار کرده، اینی هم خود یک صفت است. اینی کفتر کس شانه چی شده؟ این انجینر صاحب چی کرده؟ ایره جور کرده، کمال خود انجینر صاحب است که زحمت کشیده با یک تانه با زرد پتن چپ، سرخ پتن چپ، سیاه مشکی چپ، سرخ مشکی چپ، کلان از این شانه چی شده؟ صفید شده، جور شده. خود از این یک اوصاف، خود از این یک صفت است. اینه دوستا سعی کنن، اینه این کفتر خود از یک صفت داره که وقتی که در حساب کفتر که میگیم در زیباییش ما شما کار میگیریم، خود این کفتر زیبایی داره. یعنی دیگه دوستا سعی کنن این طرف کفتر هم وقتی که پتین میگیم سیاسینه میگیم خوب کفتر است، اما پاچای سفید است، این نقص کفتر است. اگه سیاه باشه خود از یک صفت است. اگه کفتر پاچایش سفید نبود نقصش بود، یام یک چی است؟ از صفات یک مشکی این می رقمات. انجینر صاحب تو کفترا را نام خدا جور کرده، کلش از اینمو شانه اینم رقم چپ جور کرده. اینی شعیب جان این کفتر قهرمان است، این قهرمان آسیا شده. البته به انجینر صاحب معلوم است که در کدام سال در مسابقه انداخته شده، این شوقی ها بزرگا مقام رتبه داده. فکرت است؟ بله. یک مشکی است که با قدرت خدا که میگه میشه یعنی در حساب پر پایش بیم، خود از یک صفت کفتر است که در مشکی هم رقم پر پای. بله. رنگ خودی مشکی تانو که دوم 12 پر دوم بازی کفتر که جمع است، خود از یک صفتش است. خیلی بود. و بعد دیگه زیبایی هم که خدا دادشه این کفتر نام خدا در مشکی، یعنی دوستا زیاد مشکی ها را دیده، مشکی ها انجینر صاحب همون تو رنگ دار و گوره موره یا سایی کونیسته یا مشکی ها با می رنگ باشد. وانا نام خدا که سیاچه پس پیش کنسیم. خب که کنسیم بفرمامود کفتر درباره کفتر چیز میگی برای دوستا؟ دوستا یک سیاچپ است، در مجموع تماما کفترها انجینر صاحب خوبش است. خب امیر برما دادن که امیر صفت شکو اگرچی مگه سیچپ هست یا مشکی هست تک زرچپ هست تک مگه زرد دم سفید است، خب این سیاچپ بیخی بالاست خصوصیاتش. اولی که بسیار نول خرد داره، مایده داره، سر همطور چار مغزی داره، یک ابروش بند است، یک ابروش صاف است. و ابروی صاف از این از سر چشم شروع شده. بله. ابروی کفتر باید از سر چشم شروع شده، نه از بیخ چشم. دیگه سیاهی خوبش داره نام خدا، بریده است، تک خط بالش سفیدیش در سیاهی آمده. و دیگه بست داره، پای داره، پر داره که خاده پر نیست و مندازیش است، دمش جمع است، ناو دم نیست. دیگه از این که در نام خدا کفتر خوبش نمیشه. دیگه باز هم گفتم که در مجموع کل کفتر های انجینر صاحب خوبش است. اگه ما هر کدامش را بگیریم دوباره از تعریف کنیم بسیار وقت در بر میگیره. دیگه نام خدا چند کفتر است انجینر صاحب کفتر ها؟ 250 دانه کفتر است که هر کدام از این خصوصیات جداگانه داره. و خداوند انجینر صاحب جانش را جور داشته باشه، خداوند شفا بتیشه که ما را دمیجه دعوت کردن، آمده من دوستان را دیدیم و شما را دیگه یک برنامه جور کردین، دیگه نمی یادگاری میمانه. بازم دعا میکنیم برادرها که خداوند در افغانستان ما شما
صلح و امنیت خو آمده، یک آرامش، یک اتفاق، یک اتحاد بده. کل ما و شما برادر هستیم، از هر نژاد و هر زبانی که هستیم. خداوند توفیق و توان بده که خدمت کنیم به این مملکت. لا آمین. تو بزرگی داری، منا میگم که منار خو سرنجینه سر پخته کنم. دیگه دوستا و عزیزان شکر استاد هستن کلشان. استادو که استاد هستن. هر کدام نام خدا، کلگی مامان عظیم جانم، شعیب جان، نجیب جان، لالای ما، همگی مبارز هست، کلگی پلیار کفتر هست. ما به حساب با شاگردی هستم نایدستم، به می کفترهایی که دبان به می شوقی هست. با خدا قسم برتون ما میخورم، قسم خوردن خوب نیست. بزرگی میگم دبام خوب شوقی از این پول آرتان گرفته تا بریش خور پیش کس نیستم تو کار. یعنی سعی کنی زرچاب پاتی است، ایدابال پر است، خوب پر کوتا داره، رنگ زور داره، بریده کفتر است، هیچ کدام مشکل نداره. یک کفتر یعنی طرف کفتر هم کدام گردم مرده نداره. یک کفتر کفتر جنگ است، کفتر کفتر پرش است. نام خدا خوب یک قاب سر داره، خوب یک پیشونی داره، خوب یک کلا داره. دا شیروزی نول نیم رقم، نول باید است. چرا رقم باشه شبیب جان؟ همین خاصی خربوزه واره نازک باشه. وقتی شیروزی اگه پیخ کرد بازون نقص کفتر است. بله، این نام خدا کفتر اگه انجینر سو میپرانه دوستا دیگه خودتون قضاوت کنه. این کفتر که زور نباشه، ما قدری که ما میگم شاید تمام قدر همین کفترها و صفای خودم داشته باشه. ان شاء الله کفترک های زور دورت خدا شاید سن سعی کنم در کامرا می زر چپ نام خدا چه خوب کفتر است. نام گفتم اونا که چپم کس دو رقم است. یکی به مامانسی و مامز بزرگوارا کلگیشتا ما خو عمر خود ریچ خو سفید کردیم دمی شوق هر جان کفتر خوبش ندارم مگم فام دارم بندازی خود فامم بندازی خودم است نه بندازی دیگرا پیش دیگرا هزار سلام. یکی چپ است یکی راست چپ باز کفترا که چپ است نون بال چپ خود چپ است او دیگام چپ گفتم میشه که دبال راست خود است اما اصل چپ باید بال چپ خود باشه. مامان سی اومد راست نه؟ آه چپ که میگن خود چپش باشه دیگه بال چپش باشه این که راست می باشه این کدام نقص نداره نقص نداره بهترینش دم بالش چپش است بهترین است آل دیگه کفتران انجینر صاحب هر چی صفت کنیم کم است گزی که شعیب جان وقت برنامه دوستا خسته نشن بله بله اومدیم دمو جایی که انجینر صاحب شوق میکنه یعنی در ششم منزل شوق میکنه باز یک منزل دیگه به خاطر هرچقدر کفتر که بلند باشه اونجا خوش میکنه بله. دیگه نمیجه ما به انجینر صاحب یک چیز تقدیم میکنیم که خودش خبر نداره البته از طرف بزرگا از طرف دوستا از طرف شوقی هاست بله. که انجینر صاحب خودتان بیا بخیر اینجا بیا چیزی باشه چی خوش میشی کدام موتر باشه برات خوش هستی یا کدام پول نقد پول نقد باشه خوش هستی داش کدامش خوش هستی والا دیسا کفتر باشه خوش هستی چیزی گفتن نمیدونم که چیزی که بزرگا فهمی تصمیم گرفتن این چیزی را هم بزرگا استادا که بر ما داده کی را به انجینر صاحب تصمیم بکنه لاقیت چه داره جوان است ماشاءالله زحمت کشیده در اس شوق البته بیشتر از موترها بیشتر از پول پیسہ می باشد دیگه او را باز ان شاء الله که کاکایم نسیم است دیگه بزرگا هستن ان شاء الله که تسلیمش میکنن قاری صاحب مبارز است دیگه دوستا هستن ان شاء الله کاک احمد هم است دیگه دوستا است که اینجا شیر زمان است شیر زمان جان رضا ورو را دغلطه بله بله یعنی... و خوب است که نجیب جان قبل از او دوستا عزیز ما و شما بریم به جمعه بازار کوچیک و فروشی دوستا نظر داشتن نظر دادن بر کل شوقی ها احترام قائل هستیم کل شوقی ها زحمت میکشه کفترهای زور کل شوقی ها داره خو انجینر صاحب پرویز یگانه کسی است که کفترهای زور هم داره و یک شوقی فعال است بسیار شوقی خوب است در یوتیوب میبینیم ما شما که یگانه چیزی که زیاد است چپ زیاد است در کفترهاش بله دیگه شوقی بسیار خوب یک جوان نازنین با اخلاق با استعداد تقدیرنامه برای کسی که شوقی خوب است خوب کفترها داره میخواییم در نظر گرفتن شوقی ها را میخواییم از طریق پروگرام چینل تو واژه تقدیم یک شوقی بکنن که دوستان امور میگن که نمی خوب کفتر داره باز میپرسیم باز میریم باز سیل میکنیم باز قادر بچه ها سبور کل را میگیم کفتر دلائن براتون مندازیم تا جایی که ما کفترهای کلگی را دیدیم شوق کلگی را دیدیم کل مردم خوب شوقی هم از خوب کفتر هم داره و اگم از نظر خودم که خودم کفتر شدیدیم و بدر قند مشناسمش یک شوقی کاکا و کفتر زور و عیار انجینر سای پرویز است از دوستای نام بگیریم یکی مثل پرویز جان که هم چوشکی داره هم پریشی داره و همش خوب خدمت هم میکنه در کفتر میرسم به نظر ما کفترهای کاکا اکبر فعلا بهترین کفتر هاست که به حساب جنگ جور کرده سترا کفترهای زور جمع کرده
بهترین کفتر بازی ها میکنه، هم برش رسیدگی میشه هم شوق خود خوب. بسیاری دوستای دیگه ما هست، البته دبامایش ها نرفتیم، بزرگ های بسیار هست، مگم فعلا دمی جمع خود ما کمی دوستای اندیوال هست، فعلا ما پیش انجینر سای پروید میبینیم. نام خدا خوب کفتر داره. بهترین شوقی اونمو شوقی است کمی کفتر در دست داره. بله بله. خب ما نگه والا هم دبایین شوقی ها فعلا دمی بین جوانا و انجینیر، انجینیر پرویز هم رفیق ما هم بیادر خانده ما است. خودم هم دارم، هر کس بازم گپ بیشتر اندازه واس توانم دیگه. انجینیر صاحب پرویز شاید خوب کفتر داشته باشه. از نظر شرقی خود ما خوب هستیم، 20 سال میشه کفتر نگاه میکنیم دیگه. دیگه از اون دیگه میرغزان، میرغزان ها دوستا و بزرگا بسیار زیاد است، از شوقی ها خصوصا آله که کفتر بسیار زور خوب داره و بسیار بچه خوب فهمیده، از هر نگاه میفهمه. زید جان است، زید از دوستاست که دمی قرغه به زید پوپل. زید پوپل، ما خو کفتر انجینر پرویز بسیار خوش دارم، خوب کفتر را نگاه کرده بسیار خوب شوقی است و دیگه دوستا خفه نشه. دیگه شوقی کسی است که پیسه زیاد پیش است، پیسه داره، شوق خوب شما میتونه. مثلا در منطقه ما واجی اصیل است خوب شوق میکنه، واجی عطای چاردیس خوب شوق میکنه، جندال شمس نوری، لالا زباید کفتر است، کفتر باز است، شوقی است، قاصد باز است، هم وطنی داره هم شوقی داره. کجا دیگه کارتینه است؟ پروید است. کدام پروید؟ این انجینه پروید. خوب کفتر ها میخره، خوب کفتر ها داره، خوب کفتر بام، خوب کفتر. از خود تام کفتر خریده؟ آه هر رقم خریده کفتر خوب. کمتن کفتر که جنه پروید؟ پنج دار، دار دار، هشت دار، هفت دار، بیسه هر رقم خریده. و حال فکر کنم که وقت ازی رسیده که یک تقدیرنامه را از طرف گروه دیار شوق کبوتر، اگر اشتباه نکنم که در نظر گرفتن که تقدیم جناب انجینیر صاحب پرویز بکنن. اما تو رسکا کنستیم باش دوستای دیست که ما هم همیجا برم. همیجا دوستا چیزی رو که تعیین کردن بر انجینر صاحب لقب نامه دیار شوقی ها اینه میره ما به پرویزیان تقدیم میکنم. یعنی این لقب نامه است، اینه ما به انجینر صاحب تقدیم میکنم. بسیار تبریک باشه. تبریکت باش انجینیر صاحب. با یک تشکری خاص میکنم از تمام ملت غیور افغانستان که در داخل کشور هستن و در بیرون کشور هستن. ما تشکری خاص میکنم که مرا لایق دیدن، مرا لایق دادن، مرا تقدیر کردن و همچنان از امی حاضر صفحه از جناب کاکا احمد که در مو صفحه اونا مزور دارن و همچنان جناب مبارز صاحب، همچنان جناب شیرزمان بیادر دیگه، با سلام احترامات به همه تون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همی که صحت سلامت باشین و شوق لپاره خدمت که و زنده با افغانستان، زنده با شوقی افغانستان. به شک نجیب جان. شوکت بسان. خب احساس خودت چی از انجینیر صاحب پرویز؟ ما واقعیت که جای خوشحالی است. ما تشکری میکنم از مسئولین دیار شوق کبوتر که مرا لایق این لقب نامه دانستن و افتخار میکنم که در رهبری دیار شوق کبوتر عضویت دارم. دوستان می رقمه که شما میفهمید دیار شوق کبوتر از جمله بنیانگذاران صفحات شوق است که در سالهای متمادی به نام های مختلف یاد شده. بازم سلام احترامات خود تقدیم میکنم برای اقارب های ما که در بیرون از کشور هستند، همچنان اجمل جان است، فواد جان است، بچه های امیم است، دیگه بچه کاکای تمیم جان است و خوارزاده های امید آلمان است، آمد جان است، واسد جان است، دیگه روی جان در امریکا است. احترامات خود تقدیم میکنم به تمام ملت غیور افغانستان که در داخل کشور هستند، در بیرون کشور هستند، سلام های گرم گرم خود، همچنان برای حاجی صاحب خالد سلام احترامات خود تقدیم میکنم. بیرقایت بالا باشه، هنج من باشی، گل و گلزار باشی. با خیر سلامت باشی انجینیر صاحب. ما هم بر تمام وطندارانی که از داخل از خارج ما را میبینن سلام های ما تقدیم باشه و یک سلام اسپیشال یا سلام خاص برای حاجی صاحب خالد کوهگدای.
امیدوار هستم که جور و ساعت و سلامت باشی. کبوتر ما را راز محبت نیستی، نامه ما را به سوی یار بلبل میبرد. میری مسکی نواز داشت که در کبر آورد، دست در پای کبوتر زد و ناگاه برسید. ماشاءالله. پروردگار عالم کل تن مسافر مکه و مدینه و بسر. عزیز جان داخر بر دوستو چی گفتی؟ داخر ازی که یک سلام برسه به کل شوقی افغانستان، به کل جوانا، به کل شوقی ها یک سلام برسه جداگانه به حاجی سای فراد هم صدا که واقعا در اصل شوق زیاد خدمت کرده، بسیار جوان است که باید است نامش یادآوری شود، ذکر شود. از اینکه وقت کم است باز هم سلام برسه بر لالا فراد قند، در جای کسی جور بازه سربلند باشی. شوهی جان اجازه است یک دکتر صاحب یک سلام برسه دیگه مسیح آقام یک جان تشکر که قایده همو اعضا لگ میارده خلاص دیگه کردکی میگم من دیگه دوستای قرد. بله سوی بله بله. یک چیزی است که بسیار معتبر است، این نه به مقابل پیسه میارده و نه به خود یک افتخار است. خود داخل بر دوستا بر کسایی که ما شما را میبینن پیامی داشته باش کوتا. فقط پیام ما اینمیست که ما صرف مامای ما انجینر سای پرویز بازم از تمام دوستای ما تشکری خاص میکنم که می لقب برشان لایق دیدن. بسیار کسایی هستن اما در می شوق بسیار زیاد زحمت میکشن انجینر سه. زنده و سلامت باشی، بخیر باشی. شیر زمان آخری پیغام. آخری پیغام ما دقا ده انجینر سه تو دیر مبارکی ایو در دیر یا غط خبر ده سیده دی طول شوکیان و سرلخ کر یعنی و بالا او لا دلا بریا او هلا لروتری سلا دته لا بریا غوړو ژوندې اوسه کوکو نصیب خودت یک پیام اخر بر دوستا داشته وش کوتا دیگه پیام ما میس که ما بر انجینر صاحب تبریکی دادیم خداوند خوش و موفق داشته باشی و بدمی آزیدی با آزیدین مجلس دیگه نمی پیام بوسه و خیر و سلامت باشی زنده باشی. علیم جان خودت بر دوستا پیام اخر چی است؟ پیام اخر ما می است که هر کجای باشن جور سلامت باشن و جای یادآوری است که بازم یادآور شویم. لقب نامه به کسی داده میشه که لیاقت و ارزش داشته باشه و کسی باشه که فهم و درکش در مو عرصه که به این لقب نامه داده میشه داشته باشه که لایق اوتور یک لقب نامه شوه. و انجینر پرویز پیش ما یک شوقی تمام عیار مکمل، یک کسی است که در شوق واقعا یک چیز میفهمه و در این عرصه خدمت کرده به شوقی ها. دیگه ما با وجودش افتخار میکنیم و افتخار میکنیم که چنین یک لقب نامه و یک جایزه که از طرف دیار شوق برش اهدا شده دیگه ما بسیار افتخار میکنیم که ایر و انجینر صاحب تقدیم شده. بخیر باشی، سلامت باشی. شیر دوباره کفترم خوب بگو. بیشتر خوبی گفتی. گفتم یک کفترک خوشم آمد، بسیار یک مشکی بود، بسیار خوشم آمد. دیگه یک شعر است میگه گر حسن تو را بر سر بازار آورن جوره چشمانت به نقد جان خریدارم. یعنی که کفتر ارزش بسیار بالاست، بای کسی تال سر ارزش شد سر شوق کس نمانده، چون شوق شوق دلبر است، کفتر باز بیخی دلبر است. خیر بینی ارزشش پیش کسی است که قدرش میفهمه. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با عظمت خودت با نبوت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیت قدرت ابوبکر صدیق اکبر صاحب بعد حضرت عمر فاروق قاسم صاحب بیا حضرت عثمان غنی صاحب به جهاد ولایت حضرت علی کرم الله وجود. بسم الله الرحمن الرحیم. شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار هر بلای هر قضای پیش بیاد دفع کن پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم. یزدان همش با عالم دستگیر سید و سلطان فقیر و خواجه مقدوم ولی پاچا شیخ مولانا محی الدین جلی از فرزند ابو صالح بنام ای با عبدالقادر و بابش سلام الهی با برکت یازدان نام نامی پیر دستگیر برکت جمع اولیاء کرام برکت سردار مدینه برکت شاه اولیاء شاه بغداد خدا یکسان خیر در تمام بلاد اسلامی افغانستان عزیز پرتی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی برکت شاه نقبند مشکل کشا سفر دیری بلا عاشق نام خدا شاه محفل حضرت با دین نقبند مشکل کشا مشکلات و برکت اولیاء کرام برکت هر فرف قرآن عظیم ایشان خدا دفع کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. به گرداب بلا افتاده کشتی مدد یا خواجه معین الدین چشتی. بسم الله الرحمن الرحیم. مرا دو تعلیم داد پیر دانا شواب در روی آب البته از شیخ شهاب الدین سرورده شریف شد مخفف نامش آورده شده. مرا دو تعلیم داد پیر دانا شواب در روی آب یکی اینگو با خیش خودبین مباش دیگر آنگو با خلق بدبین مباش. یا رسول الله حضرت برای هیچ کس اجازه نیست که به خلق خدا آدم انگشت انتقاد بانه که فلانی اون دوج سرای خوجه است. اسلامیت خود را نگاه کن تو را با اون دو چی غره است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا مرا دو تعلیم داد پیر دانا شواب در روی آب یکی اینگو با خیش خودبین مباش دیگرانگو با خلق بدبین مباش. یا رسول الله حضرت سلطان ویس قرنی صاحب چی گفت؟ صدقه آن خون دندانشان
دندان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در کوه احد به شهادت رسید. اما سلطان وایس قرنی صاحب تمام دندانهای خود ارزش که سردار مدینه عاطف برش ملک اول داد دندان خود چکستان. مبارک پروردگار میکیله را درختش پیدا کرد که غذای مکمل است. سلطان وایس قرنی بخوره که برش انرژی پیدا شد. خدا اکسان خیر در افغانستان شیرین پارتی دوستا که ججم شده هر مراد بدل داره خدا دلشان خودت میفهمی. من میفهم مرادات دینایق بایشان را برورده خیر بسازی. سیاسترکایشان را از زیر چادر بی بی نصیب نکنی، در صف بی بیا داشته باشی. سیاسترک از یام امروز دعمت کشید خدا در صف بی بیا داشته باشی. اولادش خدا با پناه واسمت خود نگاه کنه. انجینر صاحب کلان آدگاه، انجینر جای جان، خود انجینر صاحب پروژه جان، خدا که اخلاق محمدی داره ایجا خرج مصرف کرد، دوستان را ایزار جمع کرد. دیگه دوستان ما که در خارج هستن، آجی صاحب خان جان، دیگه دوستان، دیگه عزیزا، آجی صاحب خالد، آجی صاحب خالد جان، کلشان خدا با پناه واسمت خود نگاه کنه. این در دعا شاملتان کنه، خدا در دیار مسافرت پشت پناهتان باشه. پروردگار عالم در خاک دست بزنی، خاک برتون زر بگرده. این لالا کلشان قدیم.